یعنی این قحطی که افتاده به جون رپ فارسی، من انتظارش رو داشتم که بیاد و واقعا میجوری بی سابقه است، یعنی هیچ کسی ترک نمیده، یعنی از نسل چاریا بگیر تا نسل قدیمتر. ولی چیزی که واسم جالبه و حدسی که من میزدم که احتمال داره این اتفاق بیفته اینه که وقتی همه بیان با هم ترک بدن و آلبوم بدن، الان فکر کنم امسال یکی از بیشترین آلبومایی بود که توی یه سال ریلیز شد توی تاریخ رپ فارسی. و خب طبیعتاً وقتی همش با هم بیاد یه زمانی خوشسالی ما باید داشته باشیم و الان همون خوشسالی هست. ولی خب از اون طرف رپرهایی هم مثلا مثل چرسی، زیروتونونکی و چند نفر دیگه که پوری قول دادن که آلبومشون ریلیز بکنن، حالا کی من نمیدونم، ولی به جز اون تیزر خاصی هم، یعنی حالا اون سه تا آلبوم بذاریم کنار، تیزر خاصی هم از ترک یا آلبومی نداریم. اما امروز بچه‌ها می‌خوایم به ترک پسر شاه از ای بی ان ریاکشن بریم. حالا نمیدونم ربطی به اون پسر شاه باشه آیسان داره یا اینکه نه، ولی از ای بی ان قبلا ریاکشن رفتیم، کاراش خیلی باحال، اولد سکول و یه فلوی خاص خودشو داره. کاور کارایی دقت بکنید بچه ها، تنها در خانه است که اومده یه تاج گذاشته رو سرش، و یعنی میتونیم مثلا برداشت بکنیم که طرف تو خونه تنهاه و فکر میکنی که شاهه، که اگه اون باشه یعنی داره دیس آیسان رو میکنه. نمیدونم، بریم ببینیم که داستان چطوری است. اگه واقعا دیس آیسان باشه، اولین فکر کنم کسیه که توی رپ فارسی با آیسان مشکل داره، چون همه رپرها باش اوکی ان. برو بریم از لیبه ریشه. پسرم ها کارامو مثل کلایدسکوپه، رنگ بندیه قراغاتی، ولی فرق نمی کنه اول آخر رو نگاه کنیم. ارلی میگی وایسا. پرودوسر و میکس مستر سوهل خدابنده بوده، پراجکت منیجر شرمی شاد، کاور آرت و ویژوالایزر تاها مک یا ماک، اکسکلوسیو پروداکشن هم از کمپانی ریشه. کارم بده نکو پلی هرلی، ای با این هیتا نمیشه فی هرلی، ما رو دیدی تیزی به و فلی هرلی، کوکام و کام گوده مثل کلی، ترام همه با هم یه جا خفه، ای کت باز رژه میره تو این رفه، دیدم ریخته چند تا بپه کفه مپه همه رو آبازم. یه کاری که همیشه میکنه ای بی اینه که قافیار پشت سر هم میاسه، میگه چی کپه مپه رژه میره تو این رفه، دیدم ریخته چند تا بپه کفه مپه همه رو آبازم پته مته، تن خط قمه حکه اما لقه فکه سمه خال زنکه، رای مفلونی چکه محتوی جلو تو نکه، چپم پایین درکه یارو حیرون پکه، من که گرفتم تصمیم تغییر مسیر، ای نکن من اوکی تغییر فلو همینجا خوب داره سمه خال زنکه، رای مفلونی چکه محتوی جلو تو نکه، چپم پایین درکه یارو حیرون پکه، من که گرفتم تصمیم تغییر مسیر، ای نکن منو تفسیر، میبینی شیک تصویر اون روزا که مامی جون میذاشت لوت قرمه سبزی داشت منو میپخت تقدیر، با زن و بچه توی قرعه دستیر، بدون روزن نور کیری تاریک بود مسیر، هفته بود گروه هشت کویر بود کردمش دش، رفیقا تو رومون نقش نبودیم دروغا پخش، اومدیم بی قل و قش ننداختیم رو دلا خش، لشن و پنه رو فرش ولی خب یه گوشه عرش جوری دیگه. اولین باری هم هست که میبینم ای بی ان داره یه جوری داستان سرایی میکنه، یعنی داره اصلا راجع به خودش نه حرف میزنه، تیک سنم لا خش لشن و پنه رو فرش ولی خب یه گوشه عرش جوری تیک تیک سنم انگار بیابونم، چکیدش کم زیر بارونم و دور از خونم، شروع زندگی من وقتی که بی قانونم، اگه ساربونم شطورم و میخوابونم سوبرزی زرون مسئله دیگه، میگه که اگه علی ساربونه میدونه شطورشو کجا بخوابونه، همچین چیزی بی قانونم، اگه ساربونم شطورم و میخوابونم سوبرزی چشا کبود چون افق تو رو ممود، ای تلا یه دلیل کبودی چشام به خاطر این افقیه که جلومه، سوبرزی چشا کبود چون افق تو رو ممود، ای تلاش برای سعود بد خواهم کرد، افق جلوم عمودم خیلی باحاله، چون خودش افق و عمود تضاده دیگه، از اون طرف هم عمود بودن یعنی زنده بودن، یعنی افق زنده است واسه من، افق روشن، سوبرزی چشا کبود چون افق تو رو ممود، ای تلاش برای سقوط بد خواهم کر از سقوط، کار ما نبوده کار ما یه کاراشونه، وقتی دست بی نمکم برات شوره، دیگه رفاقت ها مثل خدا دورا دوره، اگه با دیدن موفقی میازورت، همین جایگاهی که داریم برات خوبه، اومدیم بی قل و قش ننداختیم رو دلا. اوکی من نمیدونم که چرا اسم ترک گذاشته پسر شاه، یا داره به خودش میگه پسر شاه،
یا اینکه نمیدونم هنوز تیکه‌ای به آیسانی اصلا ربطی به آیسان من در دستگیرم نشده. جوری تیکه تیکه سنم انگار بیابونم، چکیدش کم زیر بارونم و دور از خونم. شروع زندگی من وقتی که بیقانونم، اگه ساربونم شطورم و میخوابونم. برو برو بشین سر کلاسای پسر شاه، ببین چی جوری کودتا کره تو این نسا. داره به شاوت اوت میده. اوکی داستان جالب شد، داره ازش تعریف میکنه. کلاسای پسرش اونم شطورم و میخوابونم. برو برو بشین سر کلاسای پسر شاه، ببین چی جوری کودتا کره تو این نسا. شاید تو هم بشی یه روز مالک تو ایویزا، نکنی تغییر میشی بنده مارتیکس پشت میزا. توی قلم من حرفاتون گیره، تو نمک رو زخمی که سالا بس پینه. ببین یه سری آدم ها از روی کینه، چون دوست داشه راه تو رو نرسیده، هیت میده جلو قدماتو بگیره، ولی بیشتر فنا یارو پیگیره. تو نکن منو تفسیر. و این واقعی آجی، من خودم ولی راجع خودم روزم تجربه که داشتم، من اون زمانی که رادیواکتیویزم شروع کردم، اون زمان کلا اصلا ریاکشن اونم خیلی محدود بود، کم بود، نمیدونستن داستان چی ها اینا. به همین دلیل اومدم یه پیج جدید، پیج اینستاگرام خوب شخصی داشتم، اومدم یه پیج جدید زدم و همه فک و فامیل رفیقامو اول اومدم چیز کردم، بلاک کردم. خب چون میدونستم بیان ببینن میان یه هیتی میدن، یه سنگی میخوان جلو پام بذارن. و وقتی خدا شکر کردم که نه اوکی، انگار اوضاع داره خوب پیش میره، مردم دارن استقبال میکنن، اونا رو آنبلاک کردم. و حاجی هنوز که هنوز رفیقای قدیمی که من داشتم هیچ کدوم با من هیچ کانتکتی نداشتن، ولی بیشتر فنا یارو پیگیره. ولی پیگیره منو تفسیر میبینی شیک تصویر، چون جمع کن نبود ددیم منو بسای تغییر. تیکه تیکه سنم انگار بیابونم، چکیدش کن زیر بارونم و دور از خونم. شروع زندگی من وقتی که بیقانونم، اگه ساربونم شطورم و میخوابونم. بیتو این بیتای آپیزی که استفاده میکنه ای بیان خیلی باحاله. و تمام چک پسر شاه از ای بی ان. من اول فکر کردم قرار که دیس آیسان باشه، ولی نه، یه شرطات بهش داده بود و گفته بود که آقا یه کسی که موفق میشه 100% توی زندگیش هیت میگیره، سنگ میندازن جلوی پاش، ولی مهم اینه که همینطوری ادامه بده. و نمونه اون پسر موفق یا آدم موفق اومده بود از آیسان تعریف کرده بود. من که خیلی حال کردم باشه، شما حتما نظرتون توی کامنت سکشن بنویسید. فعلا رپ فارسی خبری نیست بود، دلیل کمکاری منم میکسی از مشغلای خودم و کمکاری رفورس. اگر رفورس پرکار باشه من کمتر میخوام که بیشتر ویدیو آپلود کنم، ولی وقتی خبری توی رفورسی نیست یه از دست من کاری بر نمیاد. حرف دیگه ندارم، لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیوهای بعدی. زن زندگی آزادی.